بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقات رو که امروز ما هم هستیم اوقات بهتری داشته باشیم. جمعه هست 16 تیر ماه 1396 و برابر است با بذارید ببینیم که 7 جولای سال 2017 میلادی. خب بگید ببینیم که اوضاع و احوال در این گرمای تابستان برای شما چگونه بوده و چگونه هست. امروز ساعت 3 بعد از ظهر با آقای دکتر افشارها خواهیم بود. 4 بعد از ظهر 137 برنامه آقای حسن ارشاد از ایران، بررسی اسناد از عبدالبها مبنی بر اینکه مدیریت کشتار بهائیان و یه چیزایی نوشته بودن راجع به ازلیان. در صورت من شما رو به دیدن این برنامه ها دعوت میکنم. ضمناً ویدیوهای آقای حسن ارشاد روی مردمریپورت.com هم هست. شما هم میتونید ویدیوهای خودتون رو روی قسمتی که مردمریپورت.com، این به اصطلاح یه پابلیک سرویس مجانی برای شما، یه تابلو گذاشتیم، برید ویدیوهاتون رو بذارید اونجا. و بله، دو تا از دوستان خوبمون، یکی از کالیفرنیا زنگ زد و تماس گرفت و گفت که آقای سرور به شما گفتید ما دیگه تلفن و اینها رو جواب نمیدیم، چون تلفن ها یک عادت بدی شده بود و برنامه ها رو هر کسی زنگ میزد جهتش رو اونجوری که خودش میخواست عوض میکرد و شما هم که حالا یا مجری هستید یا تهیه کننده برنامه در این دام میافتادید و به راهی که نمیخواستید میرفتید. ولی حالا میبینم متاسفانه فیسبوک هم داره همین کار رو انجام میده و شما در حین برنامه ما رو ول میکنی، میری جواب مثلا دوستون آقای امید صدیقی رو میدی که آقای امید صدیقی به هر دلیلی اینترنتش مثلا اشکال داشته، بعد میگه آقای سوربی من نتونستم یه جمله رو بشنوم، شما از اول بگو. و ببینید چه برنامه افتضاحی میشه اگر شما از راه که میرسی بگی من از راه رسیدم، دوباره از اول بگو. نفر بعدی که میرسه بگه من از راه رسیدم، دوباره از اول بگو. در صورتی که همون موقع شما میتونی بری رو فیسبوک، یه ساعت بعدش میتونی بری روی یوتیوب نگاه کنی یا بعدا روی تلویزیون مردم. و دوستمون آقای پتیک عزیز که همیشه یار و یاور تلویزیون مردم هم بوده گفت که آقای سوربی چطور شما، قبلا هم این پیشنهاد کرده این بنده خدا، چطور شما اول برنامه سرتیتر صحبت ها یا موضوعاتی رو که میخواید دربارش صحبت کنی بگی؟ گفتم حالا ما میتونیم امتحان کنیم. و یادم اومد به اون موقع، یادتونه ساعت 2 بعد از ظهر دم برو اخبار، بعد میگفت که و حالا نمیدونم خلاصه اهم اخبار. من تا بچه بودم نمیفهمیدم این معنی اهم چیه. بعدش هم میگفت خب خلاصه رو میگفت، بعد میرفت سراغ مشروع اخبار. حالا من تصمیم گرفتم از دوشنبه این کار کنم. مثلا من که اینجا دارم همین، مثلا بنویسم دو دوست، یکی از بگم یکی از کالیفرنیا و یکی از اون، و ما هم قرار شده هم چیکار کنیم. زمین لرزه امروز در رفسنجان، وقتی بز سگ شد و سگ بز شد آخر زمان است. 137 برنامه آقای حسن ارشاد، توضیح درباره فیسبوک مردم تیوی و اینکه شما چگونه میتونید تلفن بزنید، ایمیل بفرستید و پیام بفرستید با همون صفحه فیسبوک مردم تیوی. مصاحبه آقای بنی‌صدر که چرا از روی یوتیوب و سایت های دیگه برداشته شد، این آقای حسین دهباشی کیه؟ و خیلی جالبه، حالا باز ما میخواستیم فقط سرتیتر اهم ما بگیم رفتیم دیگه. این بعد تفاوت برنامه من پتیک عزیز با اخبار ساعت 2 زمان شاه و نمیدونم زمان شیخ همینه. اونا خیلی رسمی هن، ما خیلی خودمونی. اینجا بهش میگن کژوال، همون خودمونی آزاد رها میشی کژوال. در صورت مصاحبه بنی‌صدر با حسین دهباشی، چرا خانم بیه جیلانی فکر میکنه که این سانسور شده، و زندان عادل‌آباد شیراز، دروغ‌های فخرآور، اون ماجرای قرنطینه که اتفاقا آقای رضا مشایخی گفت که هم در زندان شیراز بوده هم زندان شیراز قرنطینه داره. و این کلمات
بعضی هاش برای ماها ناآشنا هستن. مثلا اون وقتا یه چیزی بود توی شهربانی بهش میگفتن نمیدونم زیر شهربانی هشتی یه چیزی اینجوری بود. کسایی که تو آمریکا هم همینجوره، تو آمریکا دو تا چیز داریم به نام زندان، یکی جیل هست یکی پریزن، و اون تقریبا مثل موقت شما رو میبرن تا اونجا باشی، ببرن دادگاه، از اونجا جرمت که چیز شد وقت میبرن به زندانی که باید بری. زندان ها هم صد رقم داره، زندان محلی داره، زندان ایالتی داره، زندان فدرال داره و الی آخر. در صورت داریم قرار شده خلاصه ها رو بگیم. از دوشنبه سعی میکنم ولی فکر نمیکنم. افشاگری مدیر معزول مترو تهران در خصوص واگذاری تبلیغات شرکت مترو. اتفاقا چند فیلم سریال فکر کنم اسمش عاشقانه است، توی اون هی طعنه میزنه که این حاج آقا چجوری پسر بزرگشو با سفارش و اینها میخواد نماینده مجلس کنه، چجوری به پسر کوچیکترش میگه که بابا اینقدر ندو دنبال به اصطلاح مشتری پیدا کردم، من با یه تلفن به این و اون میتونم آگهی بانک ها آگهی جاهای دولتی رو برای شما بگیرن. یعنی همون مشکلی که در زمان شاه بود و شرایط به جای ضوابط بود، روابط به جای ضوابط بود، ضابطه‌ای نبود و همش رابطه بود، هنوز هم در دوره شیخ ادامه داره. دلیلش هم اینه که شیخ فرزند خلف شاه است. و اما رئیس جمهور آمریکا دستور برخورد نظامی با ایران در سوریه را صادر کرد. هر کی میخواد زحمت بکشه یه ایمیل بفرسته، ایمیل اونم الان اینجا هست info@mardomtv.com usa.sorbi@gmail.com یا روی فیسبوک، هم فیسبوک شخصی من هم فیسبوک مردم تیوی، و من براتون اون چیزا رو میفرسم. ویدیویی که مربوط هست به آقای جان استوارت، یکی از بهترین کمدین های آمریکا، که در رابطه با این موضوع صحبت میکنه که این ماجرا چیه، ما داریم با ایران اینجا میجنگیم، اونجا باهاشون داریم حرف میزنیم، اینجا باهاشون داریم معامله میکنیم، اینجا داریم ازشون کمک میگیریم توی جنگ ها. و خلاصه اون وقتا میگفتن شیر تو شیر، بعد دیدیم گفتن آقا خر تو خره، هر چی که بود گذشت. ممنونم از پتیک عزیز، ممنونم از اون دوست عزیز از کانادا، و به خاطر چیزی که شما گفتید و درست هم گفتید، من سعی میکنم فیسبوک رو در زمان برنامه زنده اصلا باهاش کاری نداشته باشم، مگر اینکه به صورت مسیج پیام بفرستن، من به اون به قول معروف پاسخ خواهم داد. و باز هم از شما دوستان ممنونم، اگر حمایت کردید حمایت خودتون رو ادامه بدید، سعی کنید منظم باشه. این یه دوستی داریم ماهی $30 ارسال میکنه، من واقعا وقتی بانک آف امریکا مینویسه که $30 احمد فرستاد، اصلا میدونید با مسئله $30 نیست، مسئله $100 که آقای پتیک از این ماه برای 3 ماه دیگه هم میفرسته و 2 ماه دیگه میفرسته نیست. مسئله اینه که میبینید یه نفر هست که کار شما رو ارزش براش قائله، و من از این بابت از شماها ممنونم. قبل از برنامه من برنامه کانون آوا بود با آقای محمد کرمی بودیم، و به شما دیدن اون برنامه رو پیشنهاد میکنم. و میدونید توی تلویزیون مردم چون ما خیلی برنامه نداریم، برنامه آشپزی، برنامه گلدوزی، برنامه رانندگی، برنامه فلان، همین 4-5 برنامه که داریم دور میزنن، و الان بهترین موقع است برای شما که با پرداخت $10 $20 در روز برنامه‌تون بعضی وقتا 3-4 بار پخش میشه تو زمانهای مختلف، یه وقت یکی بعد از ظهر تو کالیفرنیا، یکی یه وقت یکی صبح و الی آخر. دیگه اونایی که باید بدونن، دوستمون خانم شایسته الهامی نوشته بود عاقلان را بل اشاره، یعنی فکر کنم یه اشاره براشون کافیه، و ما هم سعی میکنیم که دیگه خیلی وقت شما رو درباره این توضیحات تکراری نگیریم. و اما بریم به نوشته های اینجا که ویدیو هستن، نوشته هستن، و من به اون دوستم که اون کتاب رو فرستاده بود تقدیم کرده بود به اون دوست دیگه ای که از خلیج فارس هست و اینها، قول دادم که این هفته این ویکند
چون 16 قسمتش رسید و گذاشتیم پهلو هم 131 صفحه شده. بخونم نظر خودم رو بگم. از آقای مهدی ذوالفقاری ممنونم که نظر خودشون رو درباره گفته به اصطلاح برنامه‌های صدا چی بگم برنامه‌های صوتی این دوستمون از خلیج فارس اعلام کردن. منم فرستادم، احتمالاً اونا رو هم براتون میخونم. اون روز من گفتم که شنیدم که خانم رجوی توی صحبتاشون توی این نشست آخر گفتن که در سال 88 در تظاهرات بعد از انتخابات ایران اینها به اصطلاح مستقیما دست داشتن و اینا بعضی وقتا برای که یه اعتبار انقدی بگیرن و بگن ما هنوز هستیم، مثل این میمونه که یه نفر تصادف کنه بعد طرف بگه آقا این ماشین مال منه، بعد فردا بگن آقا این زده یه نفر کشته، بگه نه آقا من اصلا ماشین ندارم، من اون موقع میخواستم پوز بدم بگم ماشین دارم و من اصلا نبودم دیگه، اون موقع گذشته. نیروی تغییر و جایگزین دموکراتیک توی این نوشته که از نوشته مقاله خودشون هست، احتمالا حالا برش میدارن، توضیح میده که ما چگونه تو سال 88 با کارهای تاکتیکی و تکنیکی که انجام دادیم شعار ساده و درست و به جای مردم که میگفتن رأی من کور رو تبدیل کردیم به نمیدونم مرگ بر اصل ولایت فقیه. خب این کارو کردید، ولایت فقیه هم با ماشین رفت رو مردم کشتشون، حالا کی جواب اون کشته ها رو میده و چه کار کردید؟ مردم میگفتن آقا رأی من کو، یه حرف خیلی تازه به قولن یه سری هم اومدن بیرون اصلا شعار نمیدادن، فقط گفتن که ما میخوایم حضور خودمون رو اعلام کنیم که آخوندها که اون بالا نشستن فکر نکنن هر کاری میخوان میتونن انجام بدن، که بعدم دیدید اون آقای کروبی و آقای میرحسین موسوی رو بازداشت کردن و در حصر خانگی هستن که این حصر خانگی و مرخصی از زندان و اینها هم یه مسئله و یک چیز جدیدیه که این آخوندا بدعتش رو گذاشتن و خیلی مسخره هست. در هر صورت این هم از این ماجرا. و اما بذارید ضمن این که این برنامه فیسبوک خودمون رو با فیسبوک مردم تیوی شیر میکنیم، سهیم میشیم، شما هم اگه لطف کنید با دوستاتون این کار رو انجام بدید، بذارید یه وقت طرف میگه آقا این دیگه چی بود، بگو خب خوشحال نیستی من دارم بهت نشون میدم که چه کسانی تو جامعه ما هستن، چه کسانی تو آمریکا هستن. من بعضی وقت میگن آقا این چی بود، این از کجا آوردی، میگم آقا خانم شما خوشحال نیستی که این الان شناختی شما فهمیدی یه همچین کسی هم هست، بعد میگه حالا شما راست هم میگی. در هر صورت شیر کنید با دیگران. شیر کردن خیلی ساده است، شیر آن پیج یو منیج میشه مردم تیوی برای ما. اینجا می نویسیم که سوربی با مردم از کجا هستیم، از یو اس ای، و تاریخ رو هم براتون می نویسیم که هست 7 جولای یا جولای 2017. وبسایتمون هم این زیر میذاریم. وبسایت ما خیلی ساده است، mardomtv.com. و آقای پتیک گفت که شما همیشه میگید مردم تیوی از مردم با مردم برای مردم، اضافه کنید با حمایت مردم ما این کار رو کردیم و از ایشونم ممنونم. باز یک کمی دیگه درباره فیسبوک توضیح بدم. مثلا اون روز آقای دوستمون آقای علی ترابی یه چیزی نوشته بود، ما که گفتیم بعد گفت خیلی برام توضیح داد، من میگم آقا درباره چی توضیح داد؟ خب شما که بین نیستید و ما رو از فیسبوک نمیبینید میگه این دوتا دیوونه شدن این چی میگن. یا آقای امید صدیقی میگه من برنامه‌تو میدونم ساعت 3 شروع میشه ولی 3 آمریکا چه ایران میشه، میگم قربونتم شما رو اینترنتی، برو بزن ورد کلاک ورد تایم، بعد یا بنویس مثلا بعد اولا برنامه من 2 PM شروع میشه، میشه یعنی 14 به وقت ارتشی یا به وقت ایران که تو رادیو میگن 14 و 2 بعد از ظهر، و شما میزنید، چون من که قرار نیست هر کی تو یونان نشسته، هر کی تو ایتالیا نشسته، هر کی تو آلاسکا نشسته، هر کی تو هاوایی نشسته، شما یه وقت رو میخوای عوض کنی، ولی من 13,000 خورده نفر اگه هی از من بپرسن آقا کجا هست، بعد وقتی برش گفتن آقا من اولا اینجا 2 شروع میکنم، شما برو پیداش کن، گفت ببین شما هر چی کار سخته به من میدی، حالا اگه شوخی کردی
که خب خیلی شوخی خوبی بود، ولی اگه جدی میگی خودتو بذار جای من، یه نفر از شما خواسته یه کار برای خودت انجام بدی، ببین چقدر بهت فشار اومده. اوه شما 13,000 خورده، یکی دنبال وکیل میگرده، یکی دنبال دندونپزشک میگرده، یکی دنبال یک بانک میگرده که نمیدونم پول قرض کنه، یکی دنبال ماشین میگرده، یکی دنبال دوست دختر میگرده، یکی دنبال دوست پسر میگرده، یکی دنبال افراد خانوادهش میگرده که گم شده، و ما اینجا وقتی نگاه میکنیم میبینیم خسته شدیم، خرد شدیم و هیچ کاری انجام ندادیم. حالا بهترین کاری که ما میتونیم برای شما انجام بدیم اینه که با هم بریم به این صفحه مردم تیوی و ببینید که این پیرمرد 61 ساله‌ای که نشسته اینجا دیروز چه کارها که با این صفحه مردم تیوی برای شما انجام نداده و امروز میخواد از شما که شما هم سری بزنید. وقتی اونجا میری هی نگو آقا سوربی چرا من پیام که میفرستم نمیاد، دیلیت میکنه. میگم آقا برای که شما فرند نیستی، ما نوشتیم فقط دوستان میتونن اینجا پیام بفرستن، ما نوشتیم فقط دوستان میتونن نظر بدن. شما اقلا بیا دوست شو، حالا اگه دشمنم هستی، این به نظر من فیسبوک باید یک کلید دیگه هم، یک باتن دیگه، یک نمیدونم دکمه دیگه، یک لوگوی دیگه اضافه کنه برای دشمنان، یکی هم برای بیتفاوتا، یا شما دوست منی یا مخالف منی یا بیتفاوتی. ولی وقتی نوشته لایک یا فرند، طرف فکر میکنه اگه من گفتم با سوربی فرندم، یه جای یک چیز نوشتم، طرف میگه آقا این همونه که با سوربی دوسته. والا بلا این بیچاره فیسبوک اولی که شروع شد دو سه تا دانشجو فلسفه وجودی و پیدایشش چیز دیگه بود، ولی امروز به یه جایی رسیده که بزرگترین شرکت ها، بزرگترین رادیو تلویزیون های دنیا، اصلی ترین قسمت پابلیشینگشون و انتشارشون و پخششون همین فیسبوک. من نگاه کردم متوجه شدم که ما وقتی شما میاین توی مردم تیوی، اگر تلفن بخواید بزنید شماره اینجا هست، اگه ایمیل بخواید بزنید اینجا هست. دوستان این سمت چپ میگم که نوشته تلویزیون مردم، بعد اینجا نوشته تلفن 202-695-2573 USA، پایینش هم نوشته info@mardomtv.com. بعد دیدم ما اینجا یه دکمه، یک کلیدی، یه چیزی گذاشتیم watch video. خب هر کی بخواد ویدیو نگاه کنه که این بغلم هست، اینم یه اشکالای فیسبوکه. دیروز رفتیم پیدا کردیم که چگونه اینجا میشه send message یا call in. شما ببینید دوستان وقتی رو صفحه فیسبوک هستید، اینجا تا میزنی send message، این دیگه لازم نیست که دوست باشی دشمن باشی میتونی مسیج بفرستی. مسیج هم که فرستادی، ما اوتوماتیک وار یه چیزی گذاشتیم نوشته که من به شما پاسخ میدم. این کلمه as soon as possible یعنی به مجرد اینکه بتونم، به مجرد اینکه امکانش رو پیدا کنم بهتون جواب میدم. باز اینجا هم شماره تلفنمون نوشتیم، من حالا ایمیلمو اینجا هم اضافه میکنم. اینجا اون ایمیل USA نقطه سوربی و اینها رو میذارم و الی آخر. من این امکاناتی هست که از دستم برمیاد و خیلی هم خوشحالم که تا امروز انجام دادم. ممنونم از دوستانی که کمک کردن، از علی آقا که همین تاریخایی که شما میبینید این زیر نوشته میشه ایشون زحمت میکشه، از سعید که از کالیفرنیا از کار و زندگی خودش گاهی وقتی وقت میذاره به ما کمک میکنه، از همین آقای بابک هروی که اون چیزایی رو که بلده سعی میکنه به منم یاد بده. حالا اگه من یه جایی ممکنه به خاطر کبر سن خرف باشم و قبول نکنم و یاد شاگرد خوبی نباشم، دیگه اون تقصیر منه. از شما هم ممنونم که با ما هستید، چون اگه ما بیایم اینجا شما نباشید که فایده ای نداره. خب خوب بود آقای پتی، خلاصه اهم برنامه رو گفتم. 25 دقیقه گذشته، البته من امروز چند دقیقه دیر شروع کردم، دلیلش این بود که باید برنامه زنده کانون آوا رو عوض میکردم، برنامه زنده تلویزیون مردم رو شروع کردم. برنامه زنده اینجوری نیست که این ویدیو رو بذاری بلافاصله خود کامپیوتر بدونه بعد از این بره اینجا، بعد از این بره اینجا، اینجوری نیست. یه کمی کار داره، باید بهش بگی از این دوربین، از این میکروفون، از اون پخش کن، از این اینجوری کن. میدونید کامپیوتر ساخته دست بشره و هر کاری ما بهش بگیم انجام میده. البته متاسفانه یا خوشبختانه کامپیوتری درست کرده، برید ببینید واتسون، این کامپیوتر مثل آدم ها یاد میگیره و از اشتباهات خودش تجربه پیدا میکنه و میگن این جای نگرانیه.
دیگه از آقای بیل گیت ما نداریم کسی که بیشتر تو کار کامپیوتر وارد باشه. چرا؟ این دوستمون که سنگ فروشی داره فکر میکنه همه چی میدونه. یا از اون آقایی که صاحب شرکت تسلا هست، اون ماشینای برقی، این دوتا ابراز نگرانی کردن که اگر ما کامپیوتر رو به جایی برسونیم که قدرت فکر کردن اینها داشته باشه، این فردا ممکنه یقه خود ما رو بگیره. حالا باید صبر کرد و دید. خب بریم سراغ این نوشته ها و با هم بخوانیم و آگاه شویم. آها، این عکس رو یه دوستی برای من فرستاد، من حقیقتش نفهمیدم، چون تا حالا میشه گفت صد بار تو این چند سالی که آقای خامنه ای چیز هست هی گفتن مریض مرد، بعد دو روز دیگه اون میاد و میگه که یه چیزی هم میگه که با همون موضوعات روز و اینها شما میفهمی نه خیر نمرده، خیلی هم چراغ روش روشن میکنن، صورتش نورانی تر و اینها. اینجا نوشته در آستانه مرگ خامنه ای راز پنهان آشکار شد، اتحاد تاکتیکی مجاهدین رضا پهلوی و خط رفسنجانی، پول عربستان برنامه و عملیات آمریکا، جنگ و تجزیه ایران. بعد وسطش عکس آقای علیرضا میبودی رو گذاشته، نوشته میبودی مزدور همیشگی صدام، عربستان و خط رفسنجانی. میبودی گفت که برای یک لول تریاک جان میدهم، جان وطن چیست؟ نمیدونم دوباره این چیزایی که بعدم اینجا عکس آقای رضا پهلوی رو نشون میده با جان مکین، اون عکس آقای روحانی رو نشون میده با جک استرا، این عکس خانم مریم رجوی رو نشون میده با جان مکین، و حقیقتا میشه گفت که اینها یه سریشون فاحشه هستن، یه سریشون سیاسی هستن، یه سریشون فاحشه های سیاسی هستن. حالا دیگه خودتون برید این ترم رو پیدا کنید که دیگه فاحشه سیاسی یعنی چی. و اما در خلاصه اهم اخبار، خلاصه برنامه های امروز، گفتم که وقتی بز سگ میشه و سگ بز میشه، روایتی هست از امامان که این که آخر زمانه. حالا ببینیم این دوست ما که از خلیج فارس این ویدیو رو فرستاده توی این ویدیو چه چیزی به ما نشون میده. بذارید ببینیم، اینجا بیارم این بز و سگ رو اینجا و با هم ببینیم. البته نوشته سعودی، احتمالاً از کشورهای عربی هست و مهمم نیست، ما هم اینجا نشون میدیم به شما. با هم میریم کامرای دو، اینای دیگر هم خاموش میکنیم و بفرمایید ببینیم. اون سگ، سگ جرمن شپر، اینم بوز میره و بله بله. حالا این وسط آقای قذافی، من نمیدونم این وسط چی کار میکرد، بیچاره اینم با اون همه جراحی های پلاستیکی کرد و با اون گارد خانم ها و نمیدونم سکیوریتی اینا که برای خودش گذاشت و با اون نمایش مسخره‌ای که هر کشوری میرفت شطورای خودش و چادرای خودش رو برمیداشت میبرد، چه به سر خودش آورد، چه به سر خانوادش آورد، چه به سر کشورش آورد، و نمیدونم، روزگار غریبیست. اینجا میگه که دوستمون، انسان نادان به دنیا آمده، خواهان فراگیری نیست و نادان هم میمیرد. این همون دوستیه که در رابطه با عقل بشر و اینها تا حالا 9 تا برنامه برای شما زحمت کشیدن، من هم به نوبه خودم ممنونم و یاد میگیرم. پس یه بار دیگه هم این فیلم رو ببینیم، یه بار دیگه نه، این فیلم رو چون من صبح دیدم گفتم که حالا برای شما یه بار دیگه نیست، برای شما میشه جدید. اینجا و با هم میبینیم. ایستگاه قطار کامپور، شهری با جمعیت 2.5 میلیون نفری در ایالت اتار پرادش هند. در اوج ساعت رفت آمد، حاضران متوجه میمونی شدند که احتمالاً بعد از برخورد با کابل‌های برق ناگهان بیهوش شده و روی ریل‌های قطار افتاد. در همین لحظه میمون‌های همراه دست به کار نجات دوستشان شدند.
کاری که یکی از این میمون‌ها با دوست بیهوشش انجام می‌دهد به نظر شاید خشن و بی‌رحمانه بیاید، اما درست همان چیزی است که در این لحظات باید انجام شود. این میمون دقیقاً همان کاری را می‌کند که یک پزشک در چنین موقعیتی انجام می‌دهد، تلاش برای به جریان انداختن گردش دوباره خون. مردم حاضر در ایستگاه قطار با تعجب شاهد عملیات نجات این میمون هستند. میمون بیهوش به مدت 20 دقیقه چندین بار به زیر آب فرو برده می شود تا سرانجام به هوش بیاید. ناجی قهرمان در پایان بدون سر و صدا به راهش ادامه می دهد. بله، بعضی وقتا یه چیزایی تو طبیعت هست که نچرال که بهش میگیم، یعنی دیگه اصلا کلمه نیچر یعنی طبیعت، نچرال یعنی طبیعی دیگه. و میبینید که فکر کنم نمیدونم از انسان کسی ضعیفتر نباشه وقتی دنیا میاد. یعنی بعضی از حیوانات رو نگاه کنید، وقتی دنیا میاد هم موقع بلند میشه راه میره، اون یکی دیگه نمیدونم بلند میشه دنبال خوراک میره، ولی انسان تا 2 سال که اصلا نه بلد حرف بزنه نه راه بلد بره، بعدم که تازه یاد میگیره، تا 20 سال برو مدرسه و درس و فلان اینها، تازه بعدش هم چه دستگلی که تحویل بده. ممنون از این دوستمون. عبارتی در یکی از گفتار عقل بشر آینده اینجا نشون میده که پول چه کارها که میتونه انجام بده. به خاطر اینکه این آهنگایی که تو این پخش میشه احتمالاً کپی رایت داره و من اگه اینو پخش کنم بعدن یوتیوب یقمونو میگیره. خلاصه ماجرا اینه که یه آقایی به انگلیسی برای دختر خانم شعر میخونه، قبولش نمیکنه، اون یکی میخونه قبولش نمیکنه، بعد سومی که یک عربی هست که پول میریزه برای این خانمه، خانمه اون دوتا رو ول میکنه میره سراغ اون. آمریکایی‌ها یه چیزی دارن میگه که مانی تاک، یعنی حرف اول رو پول میزنه و دالگی دنبالش میگن بی اس واک و اینها، اونو خودتون برید ببینید که کجا به کجا هست و نیست. در صورت اینم از این. و باز در این قسمت برنامه زنده ببینیم که چی داریم. بله، آقای ذوالفقاری در پاسخ اون دوستمون که مایل بودن نظر آقای ذوالفقاری و نظر آقای دکتر افشارها رو بدونن، آقای ذوالفقاری نوشتن قربانت گردم من مشکلی با صحبت‌های ایشان ندارم، این نکته را زنده‌یاد شاملو هم بیان کرده و آن این است که به همه چیز که از قدیم به ما گفته شده باید شک کنیم. حال ایشان در زمینه باورهای دینی میگویند بقیه به همه چیز که از قبل پایگزار باورهای ما شده است. این درست است که همه مسائل اجتماعی را باید هر لحظه بازنگری کرد و جوابهای جدیدی براشون پیدا کرد. قربانت مهدی ذوالفقاری. کاش این قربانت را هم ما از دستور زبان ببریم بیرون. به امید دیدار. موفق باشید، روز خوبی داشته باشید، اوقات خوش. یعنی چی قربانت؟ بعد شنیدم بعضی از دوستان به جای قربانت میگن قربانم. بیچاره محستی بود، هایده بود، کی بود خود الهی که من نمیدونم فدات بشم من؟ اونا میگودن ایشالله یه چیزی چیلی بود شعر نصال. خب آقای اردوغان که تمام به اصطلاح فکر کنم بنده خدا این آقای آتاتورک توی قبر داره برای خودش پشتک بالانس میزنه، این مردک نادان اردوغان که الان رئیس جمهور ترکیه هست به اصطلاح ترکیه رو داره بر میگردونه به اون زمانی که خودش دوست داره و گویا جدیدن عروسی دخترش بوده. حالا با هم این عکس رو ببینید که دخترش رو اتفاقا دیدم عروسی های ایران هم چجوری این عروس ها رو میپیچونن بنده خدا توی این لباس عروسی و نمیدونم دیگه، خود شما ببینید و خودتون نظر بدید. بعضی چیزا میرسیم به اون حرفی که میگه که یک عکس گویاتر از 1000 کلمه است. و ببخشید بزن براتون بخونم. مینویسه که گفته یا نوشته در دهه 1960 که از سراسر ترکیه گذر کردم کشوری دیدم که از ایران آن زمان واقعا عقب افتاده تر بود. بعدن در دورانی که ایران اسلام زده و آخوندها به علت جنگ ابلهانه سرزمین را ویرانه کردن، ترکیه جلو افتاد و به اصطلاح اروپایی شد.
حالا این سرزمین منظور ترکیه مجدداً به اسلامگرایی پناه آورده و صدمه آن را تحمل می کند. کشورهای اسلامی به جای اصرار بر روسری و چادر برای زنها، بهتر است برای فلان مردهایشان حکمتی بیندیشند و ارائه دهند. بالاخره در چه تاریخی یک مسلمان برنده جایزه علمی نوبل و غیره می شود؟ البته جایزه در صلح و کشفیات گرفتن، به جای کشفیات این آقای سهیلی فرستاده، ایرج میرزای خودم، نه ایرج میرزا، مسعود میرزا یا میرزا مسعود، بنده خدا نوشته که چشماش هم خیلی اذیتش میکنه و باید بره جراحی. امروز حتی به جای نوهاش برای من اشتباهی ایمیل فرستاد، نوشتم امیدوارم زودتر جراحی چشمتون به خوبی و خوشی انجام بشه. و قبلا هم یه دوستی داشتیم، این آقای رفرف، اونم صبحا به جای دخترش برای من ایمیل میفرستاد و من براش می‌نوشتم که داریوش جان اشتباهی فرستادی و حالا از دختر دلخور نشی که بهت جواب نداده، دوباره براش بفرست. خلاصه اینم ماجرای آقای اردوغان، حالا ببینیم که چه خواهد شد. و اما افشاگری مدیر معزول مترو تهران در خصوص واگذاری تبلیغات شرکت مترو، دوستان بخونم یا نخونم؟ چون بر اساس گفته شما دوستان شاه اللهی که چرا آقای احمد علی مسعود انصاری نمک شاه رو خورده، حالا داره نمکدون رضا پهلوی رو میشکنه، ما باید نخونیم دیگه اینو. این آقا یا خانم هر کی بوده نمک آخونده رو خورده، حالا چرا داره نمکدون میشکنه؟ ولی بر اساس آدمای درست میگن که بهترین کارمندان شرکت، سازمان های مالیات بر درآمد، سازمان های ضد جاسوسی و اینها، افرادی هستن که داخل یه شرکتی بودن، داخل یه سازمانی بودن، داخل یک خانواده‌ای بودن و یه اختلافی پیدا شده، اینها آمدن بیرون. اینها هم مجانی کار میکنن، هم اگر شما یه سوال داشته باشید 10 تا چی بهت میدن. مسئله این نمک و نمکدون رو هم آقای احمدعلی مسعود انصاری بارها گفته، امیدوارم فهممون به یه جای رسیده باشه که باید اتفاقا اینا رو تشویق کنیم که توی سازمانی بودن، توی خانواده‌ای بودن، الان میان تعریف میکنن از اون ماجرا. ببینیم این افشاگری مدیر معذور. آها، ضمناً آقای احمدعلی مسعود انصاری چند روز پیش برای من نوشتن و با اسکایپ هم صحبت کردیم که به زودی 2 برنامه یا شاید 1 برنامه 2 ساعته با شما خواهند بود. و اما این رو من به شما اینجا نشون بدم، کامرای 2، و خودمونم بیایم اینجا. بله، اینجا. افشاگری مدیر معزول مترو تهران، یعنی عزلش کرده، در خصوص واگذاری تبلیغات شرکت مترو. محمد سعیدی مدیر سابق مترو تهران در برنامه خطاب به شهردار تهران درباره خبر منتشر شده واگذاری 4 ساله تبلیغات محیطی شرکت مترو تهران واکنش نشان داد. میگه که در اطلاعیه مذکور به صورت کذب اشاره شده که مدیر امور تجاری رأسا اقدام به برگزاری مزایده و اطلاع رسانی در این خصوص کرده است، اما مستحضر باشید این مزایده از چند ماه پیش در جریان بوده. خب از همین پارتی بازی ها و کارهایی که انجام میدن. و باز برمیگردیم به این که این حمایت از آخوندها نیست. سوال ما اینه که دنیا با این مشکل به اصطلاح داره دست پنجه نرم میکنه و راه حلش چیه؟ میبینید که آمریکا هر کدوم از این سیاست مدارا که میبینی یکی یکی زندان رفتن، یکی یکی نمیدونم یه پولای کلونی خوردن، برداشتن. از آقای کلینتون و همسرش بگیر که اینا 2 تا دانشجوی فقیر بودن، بعد چجوری یه دفعه توی شرکت هایی که نمیدونم چه سرمایه گذاری ها و چه پول هایی خوردن و بردن، هیچ کم نتونست یقشون رو بگیره. دوستان عزیز، همینجوری که الان شما میبینید این زیر نوشته، شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید و خیلی ساده است، بارها گفتم، 1 تماس از شما بقیه کارها از ما، مثل این دوستمون که از
پاریس امروز برنامه داشت، با اسکایپ میاد برنامه میذاره، بعد برنامه ما ویدیو رو میفرستیم، آدیو رو میفرستیم، یه نفر دیگه براش پستش میکنه یا نصبش میکنه، مثل آقای افشارها که ایشون خیلی ساده با اسکایپی که ممکنه با بچه هاشون، فرزندشون، نوهشون صحبت کنن، با ما صحبت میکنن، ما این رو به صورت ویدیو، برنامه تلویزیونی، اسم، مشخصات، شماره تلفن، ایمیل میزنیم و به شما ارائه میدیم. پس شد یک تماس از شما، بقیه کارها از ما، حاصل 20 چند سال تجربه کار تلویزیون و رادیو رو ما به شما حقیقتا میشه بگیم مجانی میدیم و در اختیارتون میذاریم. و اما این رو براتون خوندم که در سال 88 هسته اصلی قیام‌ها را تشکیل داد و شعارها را از رأی منکو به مرگ بر اصل ولایت فقیه رساند. اینو خانم رجوی توی این نشست چند روز پیش گفته و من فکر کنم برای خودشون دردسر بزرگی درست کردن و برای آخوندها تبلیغ خوبی، که آخوندها که میگفتن این یک تظاهرات مردمی نیست و یک تظاهرات منظم از قبل ترتیبش داده شده از جاهای دیگه، این متاسفانه حرف اونها رو به اصطلاح ثابت کرد. میگه در اینجا وقتی کسی مبالغه میکنه میگن فیلم هندیه. در این فیلم قهرمان داستان، قهرمان فیلم خواهان رساندن قلب به بیمارستان است که معشوقش عمل تغییر قلب انجام میده بده، در حین راه با دوستاش دعواش میشه و اینا. فیلم های هندی همیشه همین جوری بوده و متاسفانه سینمای ایرانی دستخوش تقلید از سینمای هندوستان شد و همه خیلی خوشحال شدن که فردینی آمد، بیکمان وردی آمد و مهوشی آمد و فروزانی آمد و دیگه قرار نیست فیلم های هندی رو بخریم، ولی دیدیم که خود اونها هم حقیقتا کپی فیلم های هندی بود. تنها اشکال بزرگی که ایجاد کرد اینه که فیلم‌های هندی هنوز تا هنوز ماچو، بوسه و سکس و اینها رو رو پرده ندارن، ولی اینها ماشاءالله زدن از فیلم‌های لاندا بوزانکا جلو. خانم حاله با آقای میری وایساده تو یک جای لخ، آقای میری حالا فوت شد رو اینجوری آب میریزه رو سینه‌هاش لخ. بنده خدا کارگری که میرفت سینما میگو اه اینها دیگه کیان، اینا مال کجا هستن؟ یعنی خیلی ها میگن دلیل انقلاب یکیش همین فیلم ها بود، یکیش همین وجود تلویزیون بود که آمد و طرف دید که آقا چقدر دیگران دارن و این نداره. حالا این نمیدونست که بابا 10% مردم دارن، 15% دارن، 20% دارن، این فکر کرد همه دارن و این نداره، ناراحت شد. اختلاف طبقاتی آخوندا شما هم دارین همین کارو میکنید، منتظر باشید که مردم ناراحت بشن، ناراحت‌تر از این بشن و همون بلایی که سر شاه آوردن سر شما بیارن. ولی متاسفانه دیکتاتورها یاد نمیگیرن. خب دوستان، شنیدید که خیلی ها میگن که آقا خیلی بد آدم تو زندگی اسیر باشه، خیلی بد پرنده ها تو قفس باشن. بعد دیدیم مثلا آقای پاپ یه چند تا پرنده رو آزاد کرد، همچین که این پرنده ها رفتن در اون میدان واتیکان بالا، یه شاهین یا یه عقاب اومد گرفت و همه گفتن ای بابا اقلا این بنده خدا تو قفس زنده بود، یکی صبح زور نون، چی نون که نه، دون بهش میداد و اینها. و حالا بیاین آزادی یکی از دوستانمون از حزب خران رو نگاه کنید که بعد از این همه سال که زحمت کشیده و کار کرده، حالا یا اون طرف به اصطلاح دیگه کاری با این نداره، کاری که این انجام میداده دیگه برای اون پول نمیسازه و اینها، این رو آزاد کردن، یا اینکه هنوز هم سر کار این یکی دو ساعتی هست که بهش بریک دادن تا اون آقای صاحبم بره مثلا نهاری بخوره و برگرده. ببینید این دوست خوبمون جناب خر، دوستم تفاوت خر با الاغ چیه؟ دیدم دوتا از دوستان روی فیسبوک با هم دیگه فوش میدادن، بالاخره ما از این وسط یاد گرفتیم که مثل که الاغ به خر ماده میگن الاغ، و چقدر خوب یاد میگیریم ما این تلویزیون های ایرانی. خب ببینید این بنده خدا چگونه استراحت میکنه یا چگونه از آزادی داره استفاده میکنه. میگه این
خری بوده که در آسیا به اصطلاح به اساری میگن، نه اینایی که میچرخیدن میگفتن اسب اساری، معمولا چشاشونو میبستن که این حالت براشون پیش نیاد، البته به دلیل اینکه پای راست رو کمتر برمیداره و به اصطلاح پای چپ بیشتر، خود به خود مغزش یاد گرفته اینجوری انجام بده. بعضی وقتا هم خیلی از این مشکلی که دارید ناراحت نباشید، ممکنه اگه من و شما رو هم آزاد کنن ندونیم چگونه از اون آزادی استفاده کنیم و دور خودمون بچرخیم. چقدر خوشحالم این آقای کاظم صدیقی دوست قدیمی من آمده امروز، و جالب اون روز امید صدیقی که هی با من کلکل میکرد و آخر کار بهش گفتم عزیز من دیگه نمیتونم، باید برم واشنگتن کار دارم، یاد آقای کاظم صدیقی هم افتادم. ایشون در آلمان هستن، ما قرار بود بریم آلمان ایشون رو ببینیم و نشد، بلیط ها خیلی گرونه. اگر کسی یه جایی آژانس مسافرتی داره میخواد تبلیغ کنه، بابت تبلیغش یه بلیط رفت آمد به ما بده به اروپا، ما از اون بلیط استفاده میکنیم یا استفاده بهینه میکنیم، چرا بگیم سوء استفاده، و میریم سری میزنیم به دوستان قدیمیمون که 32 سال پیش اینها بودن که به اصطلاح نقش خانواده رو برای ما اجرا کردن تا ما اون دوری از وطن و از خانواده و اینها، مخصوصا وقتی که من خبر کشته شدن داداشم بهم رسید، همین آقای صدیقی و وحید آقای صدیقی یادت هست، راستی اون کجاست، چه به سرش آمد، اون ایوب ویزای وایسا بغل، خوب هنوز یادم اسماشون، نه یه آقایی هم بود دکتر امانت بود چی بود، یکی دیگه بود فروشنده وسایل بود، آقای ابراهیمی اگه اشتباه نکنم ترک بود تبریزی بود هرچ، در صورت خیلی خوشحالم آقای صدیقی که شما اینجا هستید و خیلی خوشحالتر که شما از این امکانات اسکایپ و فیسبوک و اینها داری استفاده میکنی و مثل بعضی از دوستان نمیگی ای بابا ما دیگه پیریم برای اینا، نخه وقتا میگفتن نه شما پیری نه خدا بخیل. دوستان عزیز ساعت 2:48 دقیقه دیگه است، 12 دقیقه دیگه نه 10 دقیقه دیگه من میرم سراغ آقای دکتر کاظم افشارها، اینور کاظم داریم اونور هم کاظم میشه نور ارانو، دکتر کاظم افشارها از کانادا، و با ایشون جمعمون رو به اصطلاح ادامه میدیم، بعدم با آقای حسن ارشاد از ایران. نوشته که رئیس جمهور آمریکا دستور برخورد نظامی با ایران در سوریه را صادر کرد. والا این رئیس جمهور آمریکا چقدر خوب میشد، اولا این بیچاره بچه آخریش، خب کسی که دیگه حالت با سن 60 سالگی یه بچه آورده و خدا میدونه با چه قرصی رفته این بچه رو درست کرده، و البته نمیخوام حالا بگیم در اصلا، چون خیلی هم اینجا آتیزم دارن، بعضی ها میگن دلیلش واکسنه، بعضی ها میگن این، ولی اولا اون بچه های بزرگش که یک از یک از هم عقب افتاده تر، این آقا دیروز داشت توی پولند یا لهستان صحبت میکرد، این بچه عقب افتادهش اومده بود اینجا ذوق که میبینید 80,000 نفر آمدن توی این میدون، این نمیفهمه که اگه تبلیغ کنن خرم که بیاد توی اون میدون، این 80,000 نفر میان ببینن این خره دو تا پا داره یا 4 تا پا داره. در هر صورت بعدم اونجا این آقا با ایشون صحبت کرد، و بعد این هایی که مصاحبه میکردن با بچه ترامپ گفتن که دیدی این زن بابات چقدر قشنگ صحبت کرد، بعد اصلا بدونی که بگه بله دیدم یا نه، گفت مادر من مال چکسلواکیه، مادر بزرگ من، آخه این ماشاءالله آقای ترامپ چند تا زن رسمی داره، خدا میدونه چند تا غیر رسمی داشته و بماند. حالا اینجا نوشته رئیس جمهور آمریکا دعای من اینه که این آب و هوای اروپا، اولا دعام اینه که ایشون رو نگه دارید، مثل که اصلش هم از جرمن خانواده ترامپ اومدن اینجا، همونجا نگهش دار خانم انگلا مرکل، و نمیدونم، امیدواریم اگرم برگشت یه بادی اونجا به سرش خورده باشه، یه بادی تو هواپیما به سرش بخوره، عاقل بشه و دست از این دیوونه بازیش برداره. مثلا رفت اونجا وقتی که همه دنیا دارن نگاه میکنن، اونجا باز پریده به رادیو و تلویزیونای آمریکایی. خب مرد عزیز، شما که این همه سال شعار دادید که ما اصلا فرست امندمنت، یعنی متمم اولی قانون اساسیمون آزادی نشریه و سخن و صحبت و اینها هست، حالا خود دفتی اونجا میگی ما هنوز 250 سال نرسیده گند زدیم، خب این از نادانیه دیگه.
در هر صورت مشکلات زیاد، اینجا یکی پس از دیگری دارن میخوان که این ایمپیچ بشه و اینجا گفته که رئیس جمهور آمریکا دستور برخورد نظامی با ایران در سوریه را صادر کرد. اخبار پشت پرده سیاست پیش از رسانه‌های معمول شهرت دارد، افشا کرد پرزیدنت ترامپ واشنگتن فری بیکن و میگه که ترامپ دستور برخورد نظامی با ایران در سوریه را امضا کرده است. حالا ببینیم که چه خواهد شد. من امروز چون هم برنامه‌م یک ساعته، هم میخوام چیزایی رو که باقی مونده توی این فولدر یا توی این پوشه خیلی چاغالوی اینجا کم کنم، همین خلاصه رو گفتم. شما اگر مشتاق هستید با ایمیل تا یکی دو روز ماکسیموم تا یک شنبه میتونید بگید سوربی اینجا راجع به نفت فروشی صحبت کردی، اونجا راجع به رئیس جمهور، اینجا راجع به بانک، نمیدونم اون مترو فلان، برای من لینکش رو بفرست. قبل از اینکه برای من اینو بفرستید، همین چیزی رو که میگید با فارسی بنویسید توی گوگل، پیدا میشه. این دوتا جوان گوگل یه چیزی درست کردن که هر چیزی که یه نفر مینویسه، اگه یه مقاله مینویسه، خیلی جالبه ها، شما جمله اولیشو بذاری پیدا میشه، من جمله دهمیشو بذارم پیدا میشه، اون یکی جمله صدومیشو بذاره پیدا میشه، و نه یکی و دوتام پیدا میشه، میلیون ها ریزالت یا نتیجه براش پیدا میشه و شما نگاه میکنی. یکم یه دوست نشد آقای سوربی من این مصاحبه شما با فخرآور رو دیدم که بیش از 42,000 نفر فقط تو یه وبسایت دیدنش و نتونستم پیداش کنم. من فوری رفتم تو گوگل زدم سوربی، زدم چیه، تایپ کردم، نوشتم سوربی فاصله زهرآور، ننگآور، فخرآور، همه مصاحبه من با این اومد. یکم اول خودمون زحمت بکشیم، اگه نشد به دوستمون بگیم که کمک کنه. نفت فروشی نیروی انتظامی و تسویه نشدن پول آن، چند بار ما این خبرها رو باید ببینیم تا دیدید دیگه. یکی میگم نفت فروشی وسط دریاها نفت فروشی میکنن، یکی دیگه اون آقای کی بود گفتن حکم اعدامش، بعدم روحانی گفت اعدام این چه فایده برای مملکت داره، پولاشو پیدا کنین. چون بعضی وقتا خودشون طرف رو اعدام میکنن، اینجا بهش میگن لیم گوت یا لیم داگ، یه بدبختی رو سربنیست میکنن که به اصطلاح رد پای خودشون هم پیدا نشه. روز گذشته محمد رضا تابش یا تونه علی تابش، اون وقتا توی رادیو تلویزیون ایران، بله یادشون بخیر، عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس خبر داده پول فروش نفت هنوز هم از سوی نیروی انتظامی تسویه نشده است. بعضی این کلمه تسویه و تسویه رو قاطی و اشتباه با هم. اینم جالبه، عکسی که گذاشته اینجا بهتون نشون بدم، کامرای دو نفت ریخته روی این پولها و میگه این نماینده مجلس با بیان این که بدهی 600 میلیارد تومانی نیروی انتظامی به شرکت ملی نفت، دیروز داشتم همین فیلم عاشقانه رو نگاه میکردم، دیدم اصلا دیگه این ارقام و اعدادی که میگن واقعا برای ما قابل چی میگن حتی تصور نیست، تو مغزمون نمیگنجه. مثلا طرف میگفت 300 میلیون تومان داده به یه شرکتی که براش ویدیوی عروسی درست کنه، که بعدم آقا داماد مجبور شد، چون یه پیرمرد 70 ساله بود، رفته بود یه زن 20 چند ساله رو گرفته بود، مجبور شد به جای 300 میلیون تومان 500 میلیون تومان بده. اگر این سریال عاشقانه رو ندیدید ببینید، اون سریال شهرزاد دوباره شروع شده، سریال لیسانسه ها دوباره شروع شده، و بهتون بگم این آخوند انقدر زبله دید مردم دارن میرن سریال های ترکی نگاه میکنن، حالا یا خودشون سرمایه گذاری میکنن یا افرادی مثل این آقای گلزار چیه خواننده و اینها خوانندگی رو ول کردن، هنرپیشگی ول کردن، شدن تهیه کننده فیلم ها سریال ها و اینا رو تهیه میکنن میفروشن، بعدم چه عذر به اصطلاح مزخرفی میارن که اینجا که دیدی این موی زنه اینجوری بود، این پستیش چرا میگفتیم تو ایران، این موی کلاگیس بوده، و واقعا من نمیدونم اینا به کجا میخواد برسه. در اصل اینم فیلم جالبیه که من دیروز با دوستان بودم و اینها صحبت شد و آمدم چندین قسمتش رو دیدم و دیدم که درست این همون ماجراهای معتاد شدن و نگاه کردن فیلمای
ترکی، اینا همونو قشنگ به سادگی عوض کردن و شما و من رو معتاد میکنن به این سریال ایرانی. مواظب باشید اگه میخواین نگاه کنید، خودتون رو محدود کنید، بعد یادتون باشه خودتون رو محدود کنید. وقتی مثلا دو تا از این نگاه کردید، یک کتاب، یه مجله، یه چیزی، اونایی که مثل من عینکی هستن حتما تمرین چشم کنید، انگشتتون رو بگیرید جلو بیارید نزدیک، همینجوری نگاه کنید، بعد ببرید دور، این ماهیچه های چشمتون اینجوری اینجوری کنه. چون اگر از صبح تا شب عینک بزنید و از صبح تا شب با کامپیوتر نگاه کنید، این ماهیچه ها تنبل میشه. خب ما پیر شدیم به اینجا رسیده، ولی خودمون کمک به تنبل شدنشون نکنیم. همونجوری که باید راه بریم ماهیچه های پامون به اصطلاح خشک نشه و کار کنن و گریزکاری بشن، چشم، گوش، دست، همه چی همینجوری هست. ممنون از یکایک شما. فقط شرح حال کنم، من نمیدونم اینجا نوشته شور نشان مانده خیلی دقیق خبردار شدن، نمیدونم این فارسی که شما می‌نویسین یا شورتشان مانده، نمیدونم شورتشان مانده. آها اینو من قبلا هم دیده بودم، ولی یه بار دیگه اون چیه روز جمعه نشون بدم، چون مخصوصا اون روز آقای افشارها درباره به اصطلاح تعدد، بعضی‌ها میگن کثرت همسر، کثرت یعنی زیادی، تعدد یعنی مثلا به جای یکی دو تا سه تا داشته باشن، ایشون صحبتی کردن، خیلی هم تو فیسبوک حمله کردن اینها. این دوستمون فکر کنم به این خاطر اینو فرستاده، حالا چه به این خاطر فرستاده باشه چه نه، در رابطه با این هست، من اینجا پخش میکنم. و این یکی از مشکلاته که این آخوندها کجا بودن، چجوری ما داریم الان آخوند دکتر نوریزاده رو داریم که به شما میگه شب چه رابطه های بین نمیدونم خامنه ای هست با همسرش، نمیدونم دیشب توی اتاق بودن سه نفر، اینجوری شده اونجوری شده، و این ذات آخوند بودن و حدیث و نقل و قول و اینها کی و به چه صورت میخواد از بین بره من نمیدونم. این رو بشنوید، میریم سراغ آقای دکتر کاظم افشارها از کانادا. آخرین لحظات پیغمبر بود، نقط و زن داشتن و این از خصائص پیغمبر. پیغمبر خدا هر کدام از این زنها رو در حجره‌ای قرار داده بودن، به اصطلاح ما یه خونه یه سویتی برای هر کدامشون تهیه کرده بودن و خواه ناخواه شبها رو تقسیم کرده بودن بین این زنها. هر شبی منزل یکی از این خانمها به اصطلاح ازت تشریف می بردن. البته در روایت مفصله که دارد هر روز زد به همه زنها سرکشی می کردن، احوال پرسی می کردن، ولی نمی موندن اونجایی که نوبتشون نیست و اونجایی که نوبتشون هست توقف می کردن. در روایت داره که یه روزی که نوبت حفصه بود، پیغمبر خدا به حجره او رفتن، اتفاقا حفصه کاری داشت. خب دوستان اینو هر کی خواست من براش میفرستم، ولی چون امروز به شما هم حتی قول دادم که زودتر میریم سراغ آقای افشارها که یه وقت یادمون نره، اون دفعه هم همین اتفاق افتاد، ماجرای یه آخوند هندی بود آمد و ما مشغول شدیم و فراموش کردیم، چند دقیقه دیر رفتیم سراغ آقای افشارها. ما خیلی به سر وقت بودن میخوایم مقید باشیم و این رو هم یاد بگیریم، اگر کسی رو دعوت میکنیم سر وقت بیان، اگر کسی هم ما رو دعوت میکنه ما سر وقت بریم. و این رسم بد ای بابا آقا ایرانی ها که سر وقت نیستن رو از به اصطلاح فرهنگمون ببریم بیرون. اجازه بدید که من سلام کنم به آقای کاظم افشارها و بهشون بگم که تصویر عالی، رنگ خوب، همه چی خوب، فقط اگر ایشون یک صحبتی کنن ما صدا رو هم امتحان کنیم. آقای افشارها سلام. بله سلام علیکم. به به صدا هم حتی میدم گوش باشم قرابن در خدمت حضرتانی. صدا هم عالی. بذارید من این برای شما تصویر رو بدم به کامپیوتر و اینجا آقای افشارها با شما هستیم، این شما و این هم بینندگان و شنوندگان و تلویزیون مردم در سر تا سر جهان. بفرمایید. باز هم ما باید روی به اصطلاح مانیتور اینجا چیزی نداشته باشیم. اگه میخواین من اینو بهتون نشون میدم که شما ببینید. نه آقای سوادی جان، عرض میکنم این به اصطلاح یک ریفلکس به ذهنی است، اصلا من کاری به اینی که هست یا نیست ندارم. اگر قرار